Bonjour à tous, comment ça va? J'espère que vous allez bien et bienvenue sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va apprendre les verbes du troisième groupe. سلام همگی. امیدوارم حالتون خوب باشه. به درس دیگه از زبان فرانسه از مجموعه درس‌های Learn and Enjoy با من سحر خوش اومدید. و اما در درس امروز قرار هست بریم سراغ فعل‌های گروه سوم که فعل‌های بسیار بی‌قاعده‌ای هستن. اما چون این فعل‌ها تعدادشون خیلی زیاد هست، من فعل‌های گروه سوم رو در دو جلسه پشت سر هم براتون توضیح میدم. پس حتما با من همراه باشید. Mais d'abord, abonnez-vous vite ici et cliquez sur l'icône clochette pour nos dernières vidéos. On y va. Les verbes du troisième groupe. افعال گروه سوم. خب قبلا ما با هم فعل‌های گروه اول رو داشتیم. در سطح A1 فعل‌های گروه دوم رو خوندیم. فعل‌های گروه اول که کاملا با قاعده بودن آخرشون ا داشت. فعل‌های گروه دوم هم به نوعی با قاعده بودن آخرشون ای ار داشت. و اما فعل‌های گروه سوم که بی قاعده ترین فعل‌ها هستن و شامل دسته وسیعی از فعل‌ها میشن رو امروز می‌خوایم به زمان حال ساده با هم صرف کنیم. البته همونطور که در ابتدای درس گفتم در دو جلسه این رو خواهیم داشت. امروز چند تا فعل رو صرف می‌کنیم و در جلسه آینده چند تا فعل دیگر رو. On a déjà conjugué le verbe être, avoir, aller et faire. تا اینجا در واقع اولین فعلی که یاد گرفتیم فعل اتر بود که بی قاعده بود که صرفش کردیم، الان دیگه کامل بلد هستید. فعل avoir رو داشتیم، فعل aller داشتیم از گروه سوم که باهاش فتوخ پخش می ساختیم و فعل faire رو هم تا الان از گروه سوم صرف کردیم. اینها دیگه کاملا بی قاعده بودن، تقریبا ما فعل دیگه شبیه اینها خیلی نداشتیم چون هر کدومشون یه جور صرف می شدن. اما فعل‌هایی که امروز میخوام براتون صرف کنم فعل‌هایی هستن که به ایر، ایر او و او ایر یا وار و در او ختم میشن. بریم با هم ببینیم که این فعل‌ها به چه صورت صرف میشن. یادتون باشه که وقتی شما میخواید فعل‌ها رو صرف کنید، خب صرف فعل‌های فرانسه یکی از سخت‌ترین بخش‌های این زبان همین صرف فعل هست. من یه اپلیکیشنی رو میخوام براتون معرفی کنم به نام لو کنجوگر. خب این کلمه کنجوگر رو میبینین به معنی صرف شده، صرف کردن. کنجوگر آخرش او او ار داره. لو کنجوگر رو اگر سرچ کنید میتونید بالای صفحه شما فعلتون رو تایپ کنید، به تمام زمانها اون فعل رو براتون صرف میکنه و این اپلیکیشن خیلی کارتون رو راحت میکنه. همچنین یه کتابی داریم از سری کتاب‌های بشغل لغ دو کنجوگه، هنر صرف فعل. پس ببینید صرف فعل در فرانسه چقدر مهم هست. پس یا میتونید از کتاب لغ دو کنجوگه کمک بگیرید یا از اپلیکیشن لو کنجوگر که همیشه در دسترستون باشه روی گوشی هاتون. خب اولین فعلی که صرف میکنیم فعل پختیغ هست که به ای ا ختم شده. در واقع هر سه تا فعلی که اینجا براتون نوشتم، پختیغ، ونیغ و کوریغ، هر سه تا ای اغ دارن اما در این حال هر کدوم با اون یکی یک کمی تفاوت داره. فعل پختیغ و فعل‌هایی که شبیه اون صرف میشن مثل سختیغ، پختیغ یعنی رفتن، سختیغ یعنی خارج شدن، این فعل‌ها به یک مدل صرف میشن. در کتاب لغ دو کنجوگه هم شما برای هر گروه فعل‌ها یک نمونه رو دارین و فعل‌های مشابهش رو باید طبق اون قاعده تو اون دسته یا تو اون فرمول بذارید و صرف کنید. خب برای فعل پختیغ چه کاری می‌کنیم؟ اول از همه اون prendre la racine، ریشه فعل رو می‌گیریم که پخ هست، پ ا ر. برای جو و تو ما پ ا ر رو می‌گیریم، برای بقیه فاعل‌ها پخت یعنی پ ا ر ت. پس در واقع یه جورایی میتونیم بگیم که برای صرف فعل پختیغ ما ای اغ رو از آخرش بر میداریم. بعد چی کار میکنیم؟ پور جو ا تو اون اجود اس، پور ایل او ال اون اجود ت، پور نو اون اجود او ان اس اون. قبلا هم فکر میکنم گفته بودم بهتون معمولا ما در صرف فعل برای فاعل نو او ان اس داریم آخرش. پور کنجوگه پور لو پرونوم وو اون اجوت او زد،
et pour il et elle pluriel, on ajoute ont. پس این تیکش یه جورایی حتی شبیه گروه اول دوم هم میتونیم بگیم هست. برای جو و تو اس میذاریم، برای ایل و ال ت میذاریم، برای نو اون، برای وو ا یعنی او زد و برای ایل و ال او ان ت میذاریم که خونده نمیشه. ریشمون هم پخت هست، فقط برای جو و تو ما اون ت رو هم نداریم. پس اینطور صرف میکنیم: جو پغ، تو پغ، ایل پغ، ال پغ، نو پختون، وو پخته، ایل پخت، ال پخت. خب فعل سختی رو عیناً توی این فرمول میگذاریم، من براتون شفاهی صرفش میکنم، شما میتونید برای خودتون یادداشت کنید. یعنی از آخرش ای اغ رو بر میداریم، تو همین فرمول میذاریم، فقط برای دوتا فاعل اول ما ت رو هم بر میداریم، به جاش اسم میذاریم و میخونیم: Je sors, tu sors, il sort, elle sort, nous sortons, vous sortez, il sort, elle sort. این از فعل پختیق. فعل بعدی فعل ونیخ هست. همونطور که میبینیم ونیخ هم آخرش ایغ داره، اما یه کمی توی اون غسینش فرق میکنه، تو ریشهی که ما از این ونیغ میگیریم فرق میکنه. و فعلهایی که مشابه ونیغ هستن تونیغ، کن تونیغ، تونیغ همشه گرفتن، کن تونیغ یعنی شامل بودن، مشتمل بودن، پخ ونیغ، هر فعلی که خود کلمه ونیغ رو توش داره، پخ ونیغ یعنی از پیش آمدن، پیش آمدن. دو ونیغ به معنی شدن هست، تو خود این دوتا فعل ما ونیغ رو داریم دیگه. خب این فعل ها رو چی کار میکنیم؟ ریشه ای که برای اینا در نظر میگیریم ویان هست، برای تونیغ تیان، برای کن تونیغ هم تیان. پس در واقع ما اینجوری حساب میکنیم که ونیغ و تونیغ رو داریم و حالا هر فعل دیگه ای که تونیغ و ونیغ توش به کار رفته بود. پس ریشه ونیغ میشه ویان، ریشه که برای تونیغ در نظر میگیریم میشه تیان، یعنی فقط این و تبدیل به ت میشه. باز هم برای فاعل جو و تو اس میذاریم آخرش، برای ایل و ال ت میذاریم آخرش. اینجا تفاوتی که داره چیه؟ در مورد نو و وو ما قسینمون، ریشمون و او ان خود فعل هست، یعنی ای اقش اینجا برداشته شده و او ان اس او زد اضافه میکنیم. برای ایل و ال جم همون ویان که برای این ستا فاعل داشتیم هست، یه دونه ان یعنی حرف آخرمون دوبل میشه، بعدش او ان ت اضافه میکنیم و به این صورت میخونیم: جو ویان، تو ویان، ایل ویان، ال ویان. میبینید ما این چهار تا فاعل رو یک جور میخونیم: جو ویان، تو ویان، ایل ویان، ال ویان. نو ونو، وو ونه، ایل وین. اینجا دیگه ویان نمیخونیم و برای اینکه ما این رو ا بتونیم بخونیم به دوتا کنسون نیاز داریم، برای همینه که ان دوبل میشه: ایل وین، ال وین. خب حالا اگر فعل تونیغ رو اینجا بذاریم چی میشه؟ جو تیان، تو تیان، ایل تیان، ال تیان، نو تونو، وو تونه، ایل تین، ال تین. بقیهشون هم دقیقا به همین صورت صرف میشه. فعل بعدی که داریم فعل کوغیغ هست، به معنی دویدن. کوغیغ، دویدن. خب اینجا باز چه اتفاقی میفته؟ اینجا غسین ما دیگه کوغ هست. ببینید ما توی پختیق گفتیم غسینمون پخت هست، ولی برای جو و تو ت نداشتیم، اما برای کوغیغ توی همه فاعل‌ها همونطور که می‌بینید ما کوغ رو کامل داریم. پس در فعل کوغیغ دویدن غسین ما میشه کوغ و بعد مثل بقیه همون ترمینزون‌ها حروف پایانی رو اضافه می‌کنیم: جو کوغ، تو کوغ avec s à la fin، il کوغ، elle کوغ avec t à la fin، nous courons o n s، vous courez e z، il court، elle court avec ENT à la fin. خب این هم از صرف فعل courir.
بریم سراغ چند تا فعل دیگه از گروه سوم. فعل بعدی که آخرش ایغ داره یا گروه فعل‌های بعدی که آخرشون به ایغ ختم میشه، فعل‌های مشابه فعل اوغیغ هستن. اوغیغ به معنی باز کردن هست و فعل‌های شبیه اوغیغ میتونیم از افغیغ ارائه دادن، کوغیغ پوشاندن، مثل همون کاور انگلیسی، افغیغ مثل آفر انگلیسی هست، سوفغیغ باز مثل سافر انگلیسی هست به معنی رنج کشیدن، عذاب کشیدن، و دکوغیغ به معنی کشف کردن هست. پس این فعل‌ها، حالا ممکنه که فعل‌های دیگه‌ای هم باشه، من چند تا مثال براتون آوردم، همه شبیه اوغیغ صرف میشن. من کنار اوغیغ این علامت رو گذاشتم. چرا؟ فعل اوغیغ و فعل‌های مشابهش که به ای ا ختم میشن و فعل گروه سوم هستند. اما شگفتا چجوری صرفشون میکنیم؟ ما غسین اوغ رو میگیریم، یعنی ریشه اوغ رو برمیداریم، ای اقش رو میذاریم کنار. تغمینزون هایی که اینجا اضافه میکنیم مثل تغمینزون های گروه اول هستن. اون اجود او، او اس، او، او ان اس، او زد، او انته. پس میخونیم جوغ در مورد اولی، خب جو داریم میرسه به وایل او در اوغیغ و او رو برمیداریم، جی اپوستروف میذاریم دیگه، جوغ. تو اوغ، ایل اوغ، ال اوغ، نوز اوغون، ایسی اون فعل لیزون، نوز اوغون، ووز اوغه، ایل زوغ، ال زوغ. پس توی هر سه تا حالت جمع ما لیزون رو انجام میدیم. بقیه شون هم به همون ترتیب هستن. برای افغیغ مثلا میگیم جوفغ، تو افغ، ایل افغ، ال افغ، نوز افغون، ووز افغه، ایل زوغ، ال زوغ. و الاخر میتونید شما هر چارتای اینها رو برای خودتون تو دفتر یادداشت کنید و بر طبق همین قاعده صرف کنید. دسته بعدی فعلها، فعلهایی هن که به ای ار او ختم میشن. نمونه بارزشون که ما زیاد استفاده میکنیم فعل دیغ هست، به معنی گفتن. دیغ، گفتن. خب فعل گفتن و فعل‌هایی که مشابهش هستن یا اصلا خود دیغ توشون به کار رفته، از قبیل فعل‌های پردیغ، از پردیغ یعنی از پیش گفتن، همون پیشگویی کردن در واقع. ددیغ، خود ددیغ باز معنی گفتن میده، یکم شاید رسمی تر باشه. انتردیغ، انتردیغ به معنی منع کردن، مانع شدن، ممنوع کردن هست. در این مورد چی کار میکنیم؟ ما د و ای رو بر میداریم، در واقع اغ او رو میذاریم کنار، باز همینجا اس، اس، ت، این اس برای نو اضافه میکنیم. پس تا اینجا رو بخونیم، میشه جو دی، تو دی، ایل دی، ال دی. پس تمام این چارتا رو داریم یک جور میخونیم، با این تفاوت که جو و تو اس دارن، ایل و ال ت دارن. خب حالا در مورد نو ما میخواییم او ان اس اضافه کنیم، چه اتفاقی میافته؟ میتونیم بگیم دی اون؟ نمیشه. پس توی حالت جمع ما میاییم یک حرف اس رو اضافه میکنیم به جز برای این، یعنی وو اینجا یکم ما رو دوچار مشکل میکنه، میشه نو دی زون. ما میگوییم وو دیت، ایل دیز، ال دیز. یک بار دیگه صرف فعل دیغ رو براتون میخونم، جو دی، تو دی، ایل دی، ال دی، نو دیزون، وو دیت، ایل دیز، ال دیز. در فعل دیغ فقط ووه که تفاوت داره با بقیه دیگه، اینجا استثنان اوزه نمیگیره. خب میرسیم به فعلهایی که به او ای اغ ختم میشن، واغ، مثل واغ یعنی دیدن. حواستون باشه که اینجا مثلا فعل های مثل پوواغ، ولواغ تو این دسته نیستن. من اینجا فقط واغ رو براتون نوشتم، این فعل رو جدا یاد بگیرین، اونا مدلشون فرق میکنه که در جلسه آینده کلن رو توضیح میدم. واغ به معنی دیدن هست. خب ما و او ای رو بر میداریم و باز همون ترمینزون ها رو اضافه میکنیم به جز دوتا حالت نو و وو که بعد ببینیم چه اتفاقی میفته. جو وا اوگ اس، تو وا اوگ اس،
il voit, elle voit avec t. خب در مورد nous میخوایم بگیم nous voit, on نمیشه. مجبوریم میانجی اضافه کنیم و اون میانجی ما چی هست؟ ایگرک هست و میگیم nous voyons. ما میبینیم. Vous voyez. Nous voyons. Vous voyez. Il voit, elle voit. پس برای فعل voir ما در مورد نو و وو یه ایگرک این وسط اضافه میکنیم که بتونیم کلممون رو بخونیم. یک بار دیگه براتون میخونم. Je vois, tu vois, il voit, elle voit, nous voyons, vous voyez, il voit و elle voit. بریم سراغ چند تا فعل دیگه امروز. البته دو تا فعل دیگه فکر میکنم از این دسته مونده که باز واق دارن و در او دارن. بریم ببینیم که اونا چه فعل هایی هستن. فعل بعدی فعل واندغ هست به معنی فروختن. خب میبینید که آخر این فعل ما در او داریم. فعل هایی که شبیه فعل واندغ هستند فعل کودغ به معنی دوختن، اتاندغ به معنی صبر کردن، پاندغ به معنی آویزان شدن یا آویزان بودن هست. در مورد این فعل ها چی کار میکنیم؟ باز همینجا اغ او رو برمیداریم از آخرش. میبینید که برای همه ما غسین وان رو داریم، یعنی د داریم آخرش، وان. و بعدش چی کار میکنیم؟ ترمینزون هامون رو اضافه میکنیم. جو وان، تو وان. در مورد ایل و ال دقت کنید که ما اینجا هیچ چیزی اضافه نکردیم. ایل وان، ال وان. خب پس برای سه تا فاعل ما داریم میخونیم وان. جو وان، تو وان، ایل وان، ال وان. برای سه تا یا چهار تا فاعل جمع در واقع ما همون غسین و او ان د یعنی وان رو داریم، با این تفاوت که تو این چهار تا د رو میخونیم چون بعدش حرف داریم اضافه میکنیم. نو واندون، وو وانده، ایل واند، ال واند. یک بار دیگه براتون فعل رو صرف میکنم. جو وان، تو وان، ایل وان، ال وان، نو واندون، وو وانده، ایل واند، ال واند. و فعل پاندغ به معنی گرفتن. خب شاید بگید پاندغ هم که شبیه واندغ، شبیه پاندغ، اما یه تفاوت کوچولو اینجا داریم. خب برای فعل پاندغ باز هم این بار برای سه تا فاعل مفرد یا چهار تا فاعل، منظورم فاعل های مفرد هست دیگه، حالا سه تا یا چهار تا چون معمولا ایل و ال رو با هم می‌نویسیم، اینجا سه تا داریم ولی عملا چهار تا است. خب پان رو برمی‌داریم، یعنی د رو هم داریم، فقط اغ او رو برمی‌داریم. اما برای سه تا فاعل جمع یا چهار تا فاعل جمع ما تا انش رو برمی‌داریم. پس این تفاوت رو حواستون باشه تو نگارشش، تو نوشتنش. جو پان، tu prends avec s à la fin. Il prend, elle prend. برای il و elle باز هم مثل vendre ما اینجا هیچی اضافه نمی کنیم. پس هر چهار تا شد prend. Je prends, tu prends, il prend, elle prend. برای فاعل های جمع ما د رو هم اینجا بر نمی داریم و تا n رو داریم. و اما می خونیم nous prenons. Prenons. Nous prenons. Vous prenez. برای ایل و ال جم یک ان میانجی اضافه میکنیم که بخونیمش پرن، مثل وین، ال وین، ال وین، ایل وین. این رو هم همینطور میخونیم، یه ان اضافه میکنیم و میخونیم ایل پرن، ال پرن. یک بار دیگه براتون صرف میکنم. جو پران، تو پران، ایل پران، ال پران، نو پرنون، وو پرنه، ایل پرن، ال پرن. این هم از فعل‌های امروز. ممکنه به نظرتون سخت اومده باشن ولی نگران نباشید. این سختی فقط و فقط با تمرین و تکراره که براتون آسون میشه و یک کمی که تمرین کنید و نوشتنش رو هم تمرین کنید، یعنی بنویسید و بخونید، انقدر براتون آسون میشه که دیگه خود به خود پخکاغ داریدش، یعنی حفظید و میاد تو ذهنتون. اصلا نیازی نیست که بترسید و بگید وای چجوری حفظ کنم. فقط و فقط تمرین میخواد. حتما درس آینده ما رو هم ببینید که ادامه فعل‌های گروه سوم رو یاد بگیرید چطور صرف کنید. خب
خب دوستان عزیز، درس امروز به پایان رسید. با تعدادی از فعل‌های گروه سوم و صرف اونها آشنا شدید. حتما در ادامه این درس، درس جلسه آینده رو هم ببینید و من در جلسه آینده یک تمرینی برای هر دو درس براتون حتما میدم. ولی تا درس جلسه آینده حتما این فعل‌ها رو مرور کنید، تمرین کنید، سعی کنید فعل‌های مشابه با اونها رو هم پیدا کنید که صرفشون رو یاد بگیرید و تمرین کنید. لطفا فراموش نکنید ما رو در شبکه‌های اجتماعی دیگه هم دنبال کنید و کانال ما رو به دوستاتون معرفی کنید. منتظر لایک ها و کامنت های انرژی بخش شما هستیم. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.